عبدالباقی حقانی، رئیس اداره ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان، به روز پنجشنبه 23 می در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد حضور دختران در آزمون کنکور 1403 گفت که مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. اینکه کدام نهاد از کی امتحان می گیرد متعلق به همان اداره است. د آزمون د ملی اداره ذمه‌داری د آزمون اخیستل وی. کوم ارګان چې ازموینه اخلي د چانه اخلي او په کومو شرایطو اخلي دا د هغه ارګان سره تعلق ساتي. ډېر مسایل داسې وي چې د معارف وزارت سره تعلق ساتي، ډېر مسایل داسې وي چې هغه د عالي تحصیلاتو د وزارت سره تعلق ساتي. خو چې کله د دوی له خوا نه فورمې نهایي شي او د دوی چې کوم طریقې کار دی هغه نهایي شي، بیا ازموینې ملي ادارې ته چې مراجعه وکړه موږ د هغوی ازموینه اخلو. نو دغسې مسایل دا د هغې دورو اړوند دي، د هغوی د پالیسۍ سره واسطه ساتي. نو که د دغسې مسایلو پوښتنه د هغوی نه وشي نو دا به ښه وي. به نظر می رسد امتحان کنکور در افغانستان به مانند دو سال گذشته ممکن بار دیگر بدون حضور دختران برگزار شود و کمیته ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان تا هنوز حضور و یا عدم حضور دختران را در این امتحانات تایید و یا رد نکرده و گفته است که اجازه دادن برای اشتراک دختران در امتحان کنکور مربوط این اداره نیست. در همین حال نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان مقیم در پاکستان، با ابراز نگرانی در مورد ادامه محرومیت ها می گوید دخترانی که در 3 سال گذشته درس نخوانده اند تا صنف 12 را فارغ شوند چگونه می توانند واجد شرایط شمولیت در امتحان کنکور باشند. خانم حمیدی آینده دختران را در محرومیت از تحصیل تاریک می خواند. متاسفانه محرومیت دختران از حق آموزش و تحصیل پیامدهای به شدت ناگوار و غیر قابل جبران دارد. آینده ای که در آن دکتران، معلمین، زنان و مادران تحصیل کرده وجود نداشته باشد، جز تاریکی و بدبختی چیزی دیگری بوده نمیتواند. مریم نام مستعار یک تن از معلمین در حکومت پیشین است. او از ادامه محرومیت دختران از تعلیم ابراز نگرانی کرد و از عملکرد جامعه جهانی ابراز تأسف می کند. ما با چنین وضعیت به دوره جهالیت و تاریکی روان هستیم، در حالی که این حق را خداوند جل جلاله برایشان عطا کرده، اما متاسفانه محروم هستند و جامعه جهانی هیچ نوع عملکرد جدی در مقابل طالبان نشان نداده. بجز جای تأسف و ناامیدی دیگر راهی برای ما نمانده. این 3مین سال متوالی است که دروازه مکاتب دوره لیسه و متوسطه و نیز دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی برای دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان مسدود است که همواره مورد انتقادات جامعه جهانی قرار داشته است. اما طالبان همواره تاکید می کنند که تلاش ها برای مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران و بازگشایی مراکز تحصیلی ادامه دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.